نشست امروز با حضور ایرانیان مقیم آنکارا فارغ از هر گونه رنگ و نژاد و مذهب تشکیل شد. روزی نیست که ما خبر دستگیری و اعتصاب قضای دوستانمون رو از هر با هر عقیده و باوری نداشته باشیم. ما الان دستگیری فعالین مدنی داریم به همین چند روز گذشته، شیمای بابایی، محمود معصومی، بهنام موسیوند و خیلی از که 7 نفر از فعالین مدنی که هنوز نمیدونیم اصلا کجا هستن، چه شرایطی دارن. در این جلسه نظرات مهمی رد و بدل شد. مسائلی همچون تاکید بر اتحاد ایرانیان و اینکه این اتحاد باید ناشی از شناخت و اعتماد باشه. ممنون از شما که تشریف آوردید. نظرتون راجع به جلسه امروز چی بود؟ جلسه امروز ما در حمایت از 22 بهمنی بود که در واقع انقلابی که سالهای سال 40 ساله که حکومت از ما دزدید و ما تصمیم داریم در کشور ترکیه در شهر آنکارا با تمام توانمون پس بگیریمش. قطعا این نشست خیلی متفاوت بود، خیلی عالی، خارج از تمام قومیت‌ها و نژادها، خیلی عالی بود. من خودم شاید بارها شده توی نشست‌ها و توی کنفرانس‌ها بودم، ولی اجازه یک بحث آزاد داده نمی‌شد تا اینکه بتونه شخص حرفشو بزنه. فرق نمی‌کنه از هر دین و از هر چیزی، مثلا من که مسیحی هستم یا اگر از بهایی یا اسلام یا یهودی، فقط اون موضوع جلسه پیگیری میشد. هموطنان ما در سخت‌ترین شرایط میان و شجاعانه میایستن. پس هم پیغام به ملت ایران عزیزم اینه، بایستید. ما اگر واقعا شرایط داشته باشیم برگردیم و در کنار شما باشیم، این کارو خواهیم کرد. واقعا ممنونم بابت این جلسه، خیلی جلسه مفیدی بود. شکر میکنم بخاطر این بیداری که در بین ایرانی ها اتفاق افتاده، اینکه یه حرکت خودجوش، یه نشست خودجوش که نتایج فوق‌العاده عالی میرسه. خیلی امروز خوشحالم واقعا بعد از این مدت سختی که توی ترکیه داشتم، ولی امروز واقعا احساس خستگی نمی‌کنم. اینو جدی میگم، چون واقعا تو یه جمعی رو پیدا کردیم امروز، نشون دادن واقعا میشه از هر اعتقادی بابا بیایید متحد باشیم. حرفشون اصلا همین بود امروز، متحد باشیم. خواسته ما چیز دیگه ایه. مشکل ما الان این نیستش که کی بهاییه، کی مسیحیه، کی دین رو دوست داره یا دوست نداره، اون نظر شخصی خودشه. ولی یه سری مشکلات هممون داریم، یه سری خواسته ها هممون داریم که باید برای اون تلاش کنیم. جلسه خوبی بود، خیلی چیزا رو یاد گرفتیم، خیلی چیزها رو فهمیدیم، خیلی چیزها رو گفتیم، حرفامون رو نگفته هامون رو که توی ایران نمیتونستیم انجام بدیم، اینجا واقعا تونستیم خودمون رو تخلیه کنیم و اینجا در اتحاد و مشارکت بین ایرانیا که بتونیم ایرانی آزاد، وطنی آزاد داشته باشیم. اصلا انتظار اینو ندارم شما منو قانع کنی یا من شما رو قانع کنم، همدیگه رو بشناسیم. شما حرفت چیه؟ قدغن من یه پیشفرض ذهنی اشتباه نسبت به شما نداشته باشم. ممنون از اینکه نقش داشتی توی تشکیل این جلسه. نظرت راجع به این جلسه چیه؟ امروز من اجتماعی رو دیدم، میتینگ رو دیدم که شاید خیلی وقتها آرزوشو داشتم. رژیم هر سال در 22 بهمن کاری رو انجام میده که عین حقارت هست، عین به ذلت کشاندن است. میاد روزی رو جشن میگیره به صورت گسترده و با پول مردم، که در اون روز در واقع مردم بدبخت شدن، به فلاکت رسیدن. از نظر رژیم شاید 22 بهمن مهمترین صفحه تاریخ باشه و از نظر ما هم همین گونه هست، اما از یک نگاه دیگه. اگر رژیم امروز تظاهراتی رو داشت، ما هم تصمیم گرفتیم چنین نشستی رو انجام بدیم. ایرانی های مقیم آنکارا از جاهای مختلف اومدن و با هم تبادل آرا و افکار داشتیم، نظرهای هم دیگر رو شنیدیم. شخصا از شنیدن بسیاری از نظرات خوشحال شدم و امیدوارم که ایرانی هایی که خارج از کشور زندگی می کنن به اون چیزی برسند که ما امروز رسیدیم، یعنی اون اتحاد اولیه برای رسیدن به هدفمون، اون شناخت و اعتمادی که لازم هست برای اتحاد. و در واقع چیزی هست که من به تمام ایرانی های خارج از کشور میگم، این رو
بشینید کنار همدیگه، همدیگه رو بشناسید، به همدیگه اعتماد کنید، با همدیگه متحد باشید. نشست امروز با محکوم کردن جشن هر ساله 22 بهمن که رژیم جمهوری اسلامی برای سالگرد فلاکت مردم ایران برگزار میکنه به پایان رسید. 22 بهمن 96، 11 فوریه 2018، آنکارا.